امان الله گذر و عطا محمد نور. پس از این به مزار و کابل از طریق هوا بروید. عطا محمد نور و صلاح‌الدین ربانی. صلاح‌الدین ربانی و احمد ضیاء مسعود حزب جمعیت را در انحصار گرفتند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از رزاق مامون، امان الله گذر به عطا محمد نور. پس از این به مزار و کابل از طریق هوا بروید. آزاد آراد. شام دیروز پس از نشست تعداد از اعضای شورای رهبری جمعیت در منزل عطا محمد نور، امان الله گذر و جان احمد اقجو از اعضای شورای رهبری و فرماندهان جمعیت اسلامی به دیدار صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی می روند. آقای گذر با عصبانیت به ربانی می گوید که عطا در پی چی است و اجازه بدهید با او موضوع را روشن کنیم. آقای ربانی امان الله گذر و حقجو را با آرامش فرا می خواند و می گوید که اگر استاد عطا فکر و برنامه به جمعیت دارد و خواستار برگزاری کنگره هستند، بفرمایند. جمعیت اسلامی دفتر دارد و همه روی آن صحبت خواهیم کرد و تأکید می کند که در افتتاح دفتر برای برگزاری کنگره حزب فراخوان دادم. در غیر آن، برنامه های پنهانی و شخصی و کودتا علیه جمعیت اسلامی به جای نخواهد رسید و کسی را اجازه هم نمی دهیم. فرمانده گذر در حضور صلاح‌الدین ربانی و جان احمد اقجو به عطا زنگ می زند و از او می خواهد که از کودتا علیه جمعیت دست بردارد و اگر برنامه برای جمعیت دارد، جمعیت اسلامی افغانستان رئیس و دفتر دارد. اما صحبت میانشان در تلفن تند می شود و گذر به استاد عطا می گوید در صورت ادامه چنین حرکت مگر پس از این به مزار و کابل از طریق هوا بروید و بدون خداحافظی تلفن را قطع می کند. در امین حال، استاد صدیق احمد عثمانی عضو مجلس نمایندگان می گوید جمعیت بدون صلاح‌الدین و احمد مسعود جایگاهی ندارد. پس از آن که تعداد از اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان به نام اصلاحات در جمعیت اسلامی تا جلسه رهبر موقت انتخاب و دساتیر مبنی بر برگزاری کنگره حزب صادر کردند، تبصره ها و کامنت ها از جانب طرفداران و مخالفین انتشار یافت. اگرچه پس از دوره جهاد و مقاومت ما کدام رابطه تنظیمی و حزبی با این حزب نداشتیم، اما در دوره جهاد و پس از آن بیشترین قربانی را در این تنظیم داده ایم که از هیچ کس پوشیده نیست. سرزمین پروان که بخش اعظم ساحه نفوذ جمعیت اسلامی در آن قرار داشته و دارد، به این باور است که شهید استاد برهان الدین ربانی و قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود دو چهره رهبر و برتر در تنظیم جمعیت بودند و ایجاب می نمود تا هر تصمیم در زمینه گرفته می شد و در موجودیت وارثین این دو شخصیت صورت می گرفت. به باور من جمعیت اسلامی بدون حضور صلاح‌الدین ربانی و احمد مسعود آن جایگاه سابقش را نخواهد داشت. در این حال بی بی سی فارسی گزارش می دهد. عطا محمد نور می گوید صلاح‌الدین ربانی و احمد ضیاء مسعود حزب جمعیت را در انحصار گرفتند. عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت مدعی شده است که صلاح‌الدین ربانی و احمد ضیاء مسعود معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان و شوهر خواهر صلاح‌الدین ربانی قدرت حزب جمعیت را در انحصار گرفته و کسی دیگری را به کار کردن نمی گذارند. او گفته که جمعیت مخالف میراثی شدن قدرت است و افزود که آقای ربانی برای دو ماه سرپرست انتخاب شده بود و اعضای حزب برای 9 سال حوصله کردند و در این مدت آقای ربانی برای جمعیت هیچ کاری نکرده و حتی کمیته های فعال شده را ملغا و دفتر حزب را
از یک ساختمان بزرگ به یک مکان کوچک انتقال داد. به گفته او کار هم که شده چند نفر حزب به صورت انفرادی انجام دادند. صلاح الدین ربانی سرپرست حزب جمعیت اسلامی 3 روز پیش در یک اقدام بی سابقه و غیر منتظره از سوی شماری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی از این سمت کنار گذاشته شد. این جلسه در خانه عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت برگزار شده بود. آقای ربانی این اقدام را دسیسه علیه حزب جمعیت خوانده، آن را رد کرده و عضویت آقای نور و شمار دیگری از اعضای حزب را به حالت تعلیق درآورده است. آقای مسعود این اقدام را رد کرده. آقای عطا و متحدان او را انشعابگر و دلالان قدرت خوانده و جلسه کنار گذاشتن صلاح الدین ربانی در منزل آقای نور را توطئه مشترک حکومت متقلب و این گروه تسلیمی خوانده است. او میگوید حزب جمعیت اسلامی افغانستان برای برگزاری کنگره تلاش دارد، ولی به دلیل وضعیت امنیتی در کشور به زودی ممکن نیست. آقای مسعود میگوید حتی محمد نور در تلاش گرفتن ریاست این حزب است. او در گفتگو با خلیل نوری خبرنگار بی بی سی مدعی شد که آقای عطا در هماهنگی با حکومت دست به چنین اقداماتی زده است. آقای مسعود میگوید این حزب هیچ نماینده‌ای در هیئت مذاکره کننده گفتگوی بین الافغانی با طالبان ندارد. او گفت که آقای عطا و سایر افراد بدون مشوره با رهبری جمعیت گفتند که کنگره دای شود و باید حزب مشارکت سیاسی با حکومت داشته باشد و در روند صلح شرکت کنند. و افزود ما حکومت را غیر مشروع می دانیم و بر روند صلح نیز زیر پرچم این دولت نمی رویم. آقای نور در مصاحبه با علی حسینی خبرگزار بی بی سی در کابل گفت که دلیل برکناری صلاح الدین ربانی از سرپرستی حزب جلوگیری از انشعاب در حزب سوی مدیریت و عدم برگزاری کنگره. او گفت که بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی اعضای حزب جمعیت، صلاح الدین ربانی را در سال 2011 برای مدت 2 ماه به عنوان سرپرست تعیین کردند. به گفته آقای نور ربانی در این مدت یک بار هم نیت برای برگزاری کنگره حزب را نداشته و برای مشورت با نخبگان و گرفتن مشروعیت حزب جمعیت قدم نبرداشته است. آقای نور مدعی شده است که اعضای اصلی شورای رهبری جمعیت 9 نفر هستند. 3 نفر از آنان همانند برهان الدین ربانی، مارشال محمد قاسم فهیم و کسی به نام فقیه زنده نیستند، ولی 6 نفر از بنیانگذاران حزب جمعیت زنده هستند که اسماعیل خان، عطا محمد نور، عنایت الله شاداب، عبدالستار، مراد واقف حکیمی شامل آن می باشد. صلاح الدین ربانی روز گذشته در واکنشی که در صفحه فیسبوکش نشر شد، برخی از اعضای هیئت رهبری را که در جلسه برکناری او از سرپرستی شرکت داشتند به سوی استفاده از نام و نشان این حزب متهم کرده و عضویت آنها را به تعلیق درآورده است. در این بیانیه آقای ربانی گفته است که عضویت عطا محمد نور، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالحفیظ منصور، عبدالشکور واقف حکیمی، سید عنایت الله شاداب و عبدالستار مراد را در جمعیت اسلامی به حالت تعلیق در می آورد. آقای نور درباره تصمیم این اعضا درباره کنار گذاشتن آقای ربانی گفت که این اعضا برای نجات جمعیت از پارچه شدن و جلوگیری از انشعاب تصمیم گرفتند. آقای ربانی سرپرست موقت باشد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.